سلام و شب شما بخیر. چگونگی اصلاح نظام انتخاباتی از سرخطهای مهم کاری حکومت وحدت ملی پنداشته می شد، اما با گذشت نزدیک به 1.5 سال این امر مهم در جاهای می لنگه. گفته می شه اختلافات میانگروهی میان رهبرهای حکومت وحدت ملی باعث این شده تا روند اصلاح انتخاباتی با کندی مواجه شده. از طرف موارد دیگری هم است در این بحث مطرح خواهد شد. امروز مایکل ملیبن سفیر اتحادیه اروپا در دیدار با معاون دوم ریاست جمهوری به صراحت گفت که اصلاح نظام انتخاباتی یکی از اولویت های مهم برای افغانستان پنداشته می شود و معاون دوم نیز به صراحت گفت که این از خواست های مهم مردم افغانستان و جامعه جهانی است که بایستی گام های تعیین کننده در این عرصه برداشته شود. برای بحث بیشتر اینجا در استودیو نعیم اصغری رئیس برنامه های نهاد انتخابات و آزاد و عادلانه افغانستان، اسدالله سعادتی عضو مجلس نمایندگان، محمد نعیم ایوب زاده عضو کمیته گزینش با من هستند. بسیار تشکر از حضورتان. نخستین پرسش با شما آقای ایوب زاده، چه شد که حکومت بار دیگر صدا بلند کرد که به سرعت به این مسئله میپردازه؟ به نام خداوند یکتا، سلام خدمت شما مهمانای گرامی و همچنان بینندگان عزیزی که ما رو تماشا میکنند. تشکر. شما شاهد هستین که تلاش های مشترک نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها و بقیه نهادهای دست اندرکار باعث شد که فشارها بیشتر وارد شود و یک بار دیگر حکومت افغانستان بحث اصلاحات انتخاباتی را در اولویت خود قرار بده، اما متاسفانه در حد گفتار. دیروز ها بس از این بود که امروز فرمانی صادر شد از آدرس حکومت، فرمان دومی برای ادامه کار کمیته گزینش و برای یک سلسله تغییرات دیگه که از آدرس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پیشکش شده بود. به خاطر ادامه کار کمیته گزینش یا نه کمیته گزینش جدید شکل بگیره؟ خب مشاهده ما این را بیان میکنه که حکومت برخورد میشه بگویم ضد نقیص در رابطه با اصلاحات انتخاباتی، در رابطه با موارد مربوط به اصلاحات انتخاباتی در طول چند هفته گذشته داشته. مشخصا چی گونه ضد و نقیص برخورد داشت؟ بحثا طوری بود که در اوائل میشه هفته گذشته یا قبل از او بگویم که حکومت در صدد از این است که فرمان صادر کنه برای ادامه کار کمیته گزینش با ترکیب موجود تا اینکه کمیته گزینش بتونه ماموریت خود را تکمیل کنه. اما باز هم شاهد از این بودیم که سخنایی که معاون دوم حکومت وحدت ملی داشت، اونا تاکید برای ترکیب جدید در کمیته گزینش داشتن و بیانی که در رابطه با ترکیب جدید و افرادی که در کمیته گزارش بود داشتن، بله، این بوده که تعداد افراد از شورای ملی باید اضافه شد و جامعه مدنی هم در جای خود باقی بانه، به این معنی که کار دوباره اصلا آغاز میشه. در حالی که یک نقطه را میخوایم اشاره کنم که اعضای کمیته گزارش در حدود 50% کار تکمیل کردن، بله، با هم تفاهم ایجاد رهنمودهای کاری و ما مطمئن هستم که سعادتی صاحب مسئله را خوبتر درک میکنه. بله. مدیریت دیدگاه ها از دید شما و جمع‌آوری با بیشتر از 400 درخواستی، بله، که کسای واجد شرایط است، کار دشواری هست در، بله، یک کمیته که نمایندگی از نهادهای مختلف از دید میکنه. شما که عضو کمیته گزینش هستین، کدام یک از رویکردها عقلانی به نظر میرسه، ادامه کار یا کمیته جدید؟ و اگر بحث گزینش یا ترکیب جدید مطرح باشه، چرا این بحث مطرح میشه؟ کمیته گزینش خوشبختانه مستقلانه و با شفافیت کامل کار خود پیش برد. همه در جریان هستند و یک گزینه خیلی خوب بود و این طرح از آدرس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که حکومت برش مشروعیت داد، اینا ارائه کردن این طرح و مطابق طرح کمیته گزینش اعضایش تغییر کرد نسبت به گذشته و تعدادش 7 نفر شد و اینا کار خود آغاز کردن. اگر شما به اساس یک شفافیت و مستقل آمدین، پس چرا این بحث مطرح میشه که کمیته گزینش جدید با ترکیب جدید باید کار آغاز بکنه؟ دقیقاً برداشت ما همین است که اگر واقعا ما باور داریم بر استقلالیت کار کمیته گزینش، بر شفافیت کار کمیته گزینش نیاز به تغییر بیشتر نیست و اجازه بدن
که کمیته گزینش ماموریت خود تکمیل کنه و اگر حکومت افغانستان اراده بی‌طرفی خود در پروسه های ملی و در کارهای انتخاباتی در افغانستان داره، در غیر از او هر نوع تغییر به باور ما شفافیت و استقلالیت کار کمیته گزینش از زیر سوال قرار خواهد داشت. تشکر. آقای سعادتی، شما که در کمیته اولی قرار داشتین، طرح شما در واقع باعث شد تا کمیته گزینش شکل بگیره و کارتان موفقانه هم پیش بردین. فکر میکنین چرا دو نگاه نسبت به کمیته گزینش وجود داره؟ یک، ادامه کار با امین ترکیب، دو، ترکیب جدید در قالب کمیته گزینش. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مهمانان و دوستان عزیزی که در بحث هستن و بینندگان محترم تلویزیون. تشکر. البته خوب بود که یک نفر از آدرس حکومت وحدت ملی هم اینجا تشریف می داشت تا به ارتباط موقف حکومت و دیدگاه هایی که شما اشاره کردین اونا پاسخ می داد. ما فکر می کنم که ممکن است بعضی ملاحظاتی مطرح شده باشه و ممکن است برخی از فشارهای از طرف شورای ملی وجود داشته باشه. بله. برای شامل ساختن نماینده هر دو تا مجلس در این کمیته. یکی از دلایل، البته احتمالی عرض میکنم، اطلاعات خاصی ندارم چون قبلا هم یکی دو بار که جلسات مشترک در ارگ بین رئیس جمهور و برخی از اعضای هیئت رهبری شورای ملی وجود داشته، تاکید بر این بوده که یا طرح بیاید یا در تفاهم با شورا کار شود. اگر چون این چیزی مطرح باشه که ترکیب کمیته گزینش تغییر میکنه، من فکر میکنم یکی از دلایلش میتونه او موضوع باشه. بله، و یکی از دلایل رد فرامین رئیس جمهور میتونه عدم حضور اعضای مجلس حین در کمیته گزینش میتونه یکی از عوامل باشه. خب ممکن است که عوامل مختلفی در اونجا وجود داشت و داشته بوده، اما شاید یکی از عوامل این بوده یقینا. منطقه ما فکر میکنم که اگر این یکی از عوامل بوده باشه، بسیار جایگاه شورای ملی را پایین میاره و در واقع معنیش این است که شورای ملی برای موقف خودش یا برای داشتن نماینده از طرف مجلسین یک پروسه ملی را که یک نیاز جدی ملی و بین‌المللی بود و هست، این را با بنبست رو برو کرده. در واقع میشه گفت که ما در واقع با یک بنبست هستیم. فرامین تقنینی صادر شده بود مطابق قانون اساسی، پیشنهادهای اصلاحی یا خوب یا بد به هر دلیلی نهایی شده بود و اکثر نهادهای مربوط به انتخابات که دوتایش هم اینجا حضور دارن، اینا هم استقبال میکردن از پیشنهادها. منتها شورای ملی بسیار به طور غیر متعارف و با یک شتاب و عجله فراوان آمدن هر دو تا فرمان را رد کردند، در حالی که بعضی مواقع ما شاهد هستیم که فرامین در ماها و سالها در شورای ملی باقی میمانه و وارد و قانون تبدیل نمیشه. بله. و این دلیل دیدگاه بیشتر در اونجا دیدگاه سیاسی بود. خب یکی از دلایل میتونه این باشه. ای کاش شورای ملی مسئولیت استادگی در مقابل پروسه را به عهده نمی گرفت. و حالا ما به حیث یک عضو شورای ملی که واقعا خود مربوط به مجلس احساس میکنم و امید و تقاضای میست که اعضای هر دو تا مجلس حداقل پیشگام در رابطه با ایجاد بنبست در راستای در راه اصلاحات انتخاباتی نباشه تا اینکه پروسه حرکت بکنه، چون میفهمیم که هم ما در داخل مشکل داریم هم متحدین بین المللی یکی از خواستایش است. ما باید حداقل های از اصلاحات را بیاریم و حداقل های از اعتماد مردم را دوباره به پروسه جلب کنیم. تشکر. و این ممکن نیست مگر اینکه سازکارهای انتخاباتی که از طریق قانون تغییر میکنه تغییر بکنه و تشکر. یکی از راه های تقریبا راه منحصر به فرد صدور فرمان است. تشکر. آقای ازغری، چقدر موافق هستین با این بحث؟ حالا یک پروسه ملی که در حقیقت اصلاح نظام انتخاباتی است و این اصلاح فرآیندهای دموکراتیک را در حقیقت مشروعیت میبخشه و بدون این سازوکارها ما نمیتونیم که هیچ انتخابات را برگزار بکنیم و اگر گام را برداریم گام دموکراتیک نخواهد بود، در واقع عقبگرد خواهد
داشت. چقدر خوشبین هستین به اظهارات اخیر حکومت، به خصوص معاون دوم که گفتن در آینده نزدیک طی فرمان در حقیقت گام های عملی برداشته خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و دوستان دوامی و بیندای آهد گرامی تلویزیونی. تشکر. یک بحث باید بگویم که یکی اقدامات حکومت است برای آغاز کار اصلاحات است که متاسفانه فرمان را که اگر آماده بکنه ما فقط 4 روز وقت داریم که تو را فرمان در خلال رخصتی آبادش بکنه. تعطیلات. یک موضوع. موضوع دیگه ای که بیشتر تلاش های نهاد هایی که بر اصلاحات کار میکنه، جامعه بین المللی و تقاضاشان است، بیشتر بر اصلاحات است نه بر تغییرات. اظهارات را که معاون صاحب دوم رئیس جمهور در رابطه به اصطلاح تغییر در کمیته گزینش ارائه کردن، اظهارات از اونها ناشی از این است که ما اصلا همو کمیته گزینش سابقه را با یک تغییر که یک نماینده شبکه زنام در او ترکیب باشه در او حضور پیدا کرد. جندر گفتن را بلکل صرف. پس این تغییر است نه اصلاح. وقتی که یک کمیسیون ویژه بر اصلاحات تشکیل میشه، پیشنهادات مشخص را ارائه میکنه بر حکومت و رئیس جمهور را منظور میکنه و بالاخره طی فرمان را توشیح میکنه. بالاخره فرمان رئیس جمهور که توشیح میکنه یعنی پیشنهادات کمیسیون اصلاحات در اوج قبول میشه. وقتی قبول میشه پس چرا در اون پیشنهادات تغییر به وجود بیاید؟ یک نگرانی است. دیگه ای که خب در رابطه با تغییرات، خب اول بحث تغییر و اصلاح باید حل شود در حکومت که مردم افغانستان اصلاحات میخوان در نظام انتخابات نه تغییرات. تغییر چهره ها کار را به وجود کار را کرده نمیتونه. مثلا ما از کمیته گزینش قبلی مشکلی که داشتیم مشکل در افراد نبود. مشکل ما در افراد کمیته گزینش قبلی نداشتیم. مشکل در میکانیزم هایی که بود که پشت درهای بسته اونا لست را بر رئیس جمهور سابق پیشکش کردن. 27 نفر که از 9 نفر تعیین کردن و تا فعلا هم مردم افغانستان نمیفهمن که هم 18 نفر باقی مانده از او کی بوده. لیست حتی در اون وقت هیچ اعلان نشد. یعنی هدف ما از این بود یک هدف اساسی در اصلاحات که در کمیته گزینش تغییر به این که اول خود توازن بین نماینده های نهادهای حکومتی و غیر حکومتی نهادهای بیطرف جامعه مدنی و سایر نهادها باشه که در جیان که سر یک موضوع اگر تفاهم صورت نمیگیره به اتفاق را رای گیری میشه حداقل یک توازن به وجود بیاید که یعنی تصمیم درست و به نفع مردم گرفته شود. یک هدف بود. هدف دیگه ای بود که میکانیزم های شفاف در این کمیته به وجود بیاید. یعنی افراد مهم نیست که هر فرد باشه، اما میکانیزم وقتی شفاف باشه، پروسه شفاف باشه، بنان اما مردم افغانستان در جریان میشه، نهادهای مدنی در جریان میشه و بالاخره پارلمان افغانستان و تمام مردم تا جامعه بین المللی در جریان میشن که در داخل کمیته گزینش چی میگذره و چرا این افراد کدام افراد چرا تعیین شده و به اساس کدام معیارها تعیین شده. در بخش از صحبت ها اشاره شده که رعایت جندر بایستی در ترکیب کمیسیون در کمیته در نظر بگیره. آیا این مسئله است یا نه ملاحظات سیاسی سایه افغانده بر ای که در حقیقت تغییرات در ترکیب به وجود بیاید؟ اجازه بدید از دو زاویه ما بحث کنم سایه مسئله. بفرمایید. یک، چرا اصلاحات یکی از نیازهای اساسی در انتخابات افغانستان شد و دو مقصد تعیین شد برای اصلاحات. انتخابات 2014 باعث شد که اصلاحات در اولویت قرار بگیره و اصلاحات مبنای همین حکومت شد و قبل از رفتن بر هر انتخابات اصلاحات باید عملی شد. یک مقصدش اعتماد سازی بین ملت و پروسه و ساختار انتخاباتی. مقصد دومش اصلاح ساختارها و چارچوب حقوقی انتخابات. این دو مقصد داره. به اساس این دو مقصد کمیسیونی به نام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد شد که این کمیسیون در هماهنگی نزدیک با نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، مردم افغانستان در ولایات بسته های پیشنهادی خود اینو از خودشان نبوده، بلکه کسایی که در برنامه‌هایشان سهم گرفت و اینو مدیریت کردن تمام معلومات و پیشنهادات در یک چارچوب انداختن و بالاخره ارائه کردن برای حکومت افغانستان. یک بسی است که هر نوع تغییر خلاف پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توهین به شعور ملت افغانستان، توهین
برای نهادهای دستن در کار به او پیشنهاداتی که از ارزش کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته هست می باشه. مسئله دوم بسیج افراد نیست که احمد می آید یا محمود. بس مدیریت کارها در یک ساختار به نام کمیسیون یا کمیته هست. در کمیته گزینش در گذشته هم عضویت در آخر عضویت داشتم و در کمیسیونی که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است من مطمئن هستم که مشکلات بیشتر دیدگاه ها مدیریت دیدگاه ها وجود داشته و با بسیار مشکل تانستن با همچی پیشنهادات بیان و در کمیته که در اول ما آغاز کردیم یک سلسله مشکلاتی بود ولی خوشبختانه تانستیم بهتر پیش بریم مستقلانه کار کنیم. بس اصلی چی است در این کمیته؟ مدیریت دیدگاه ها، رهبری آجندا که پروسه محور باشه، بی‌طرفی و استقلالیت کار کمیته است. هر نوع تغییر اگر باشه که این چهار عنصر نتانه اوج عملی شه خیلی دشوار خواهد بود که ما به شفافیت برسیم. چرا ما به همچین قضیه امروز برخوردیم؟ اول این که اختلاف دیدگاه ها در داخل نظام در بین تیم های سیاسی و نسبت به اصلاحات انتخاباتی یکی از عواملی است که اما ما اون رئیس جمهور رد بگیره میگن که در سطح رهبری هیچ اختلاف نسبت به اصلاح نظام وجود نداره. من با جزئیات صحبت میکنم این مسئله را. دو، به خاطر قانع ساختن قوه مقننه نسبت به کمیته گزینش یا عملی سازی اصلاحات انتخاباتی. سه، فشارهایی که از آدرس مدیران ضعیف ائتلاف‌های سیاسی وارد شده برای حکومت امروزی باعث شده که اینا بین به همون یک طرح فکر کنند. چهار، مشوره هایی که توسط مشاورین در هر دو تیم ارائه شده برای نجات از این وضعیت و برای نادرست یک نحوه ادامه ای روند طوری بوده که خلاف پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صورت بگیرد. حالا بس اصلی در کجاست؟ اگر به اساس خواسته های مردم اصلاحات عملی نشه ما فکر میکنم که مردم در اصلاحات سیاسی خواهد بود. دقیقاً ما حالا تلاش کردیم دایی به این که چطور پارلمان قانع بسازیم. ما با این استراتژی مخالف هستم، مخالف بودم و مخالف خواهم بود. ما باید استراتژی ما این بود که چه کاری صورت بگیره این پروسه را به عنوان یک پروسه ملی مستقلانه بی‌طرف و شفاف پیش ببریم و ماموریتش طوری باشه که کمیشنرهای با عزت و با شخصیت و توانا و مسلکی را ما در نهاد انتخاباتی داشته باشیم. این استراتژی که ازش استفاده میکنه حکومت امروز متاسفانه ما را به طرف یک انتخاباتی میبره که نمیتونه نجاتی برای دموکراسی افغانستان باشه. تشکر. ما شاید اختلافات نظر در شورای ملی افغانستان هم در این باب بودیم. تا چهار روز دیگه ما شاید افتتاح مجلس خواهیم بود. اولی که چرا در پایان تعطیلات حکومت به فرمان مبادرت میورزه؟ دومی که نوع نگاه مجلس نسبت به فرمان جدیدی که به مجلس خواهد آمد این بار چگونه خواهد بود؟ آنچه که مربوط به حکومت میشه باز هم باید حکومت پاسخ بگه، اما من فکر میکنم که به هر حال یک توافق نظر در رابطه با چگونگی فرمان جدید وجود نداشته. به هر حال چانه‌زنی هایی بوده و دلایلی بوده که حکومت نتانسته یک استفاده درست از فرصت بکنه، وگرنه حکومت میتانست در آغاز تعطیلات شورای ملی که 45 روز تعطیلی وجود داشت و بعد هم بعد از ختم تعطیلی حداقل یک ماه فرصت هست، فرصتی قانون اساسی داده که فرامین تقنینی در خلال یک ماه بعد از شروع کار شورای ملی ارائه میشه، این فرصت یک فرصتی کافی بود برای اقدامات لازم و اقدامات کافی. فرامین صادر میشد و حتی چیزایی که منظور حکومت بود تا او زمان نهایی میشد. اگر میخواستن کمیشنرها را هم عوض بکنه، اگر این طرح یا این هدف داشتن، کمیشنرها هم تا او زمان تبدیل میشد و بعد شورای ملی مطابق صلاحیت خود درباره فرامین تصمیم میگرفت و قانون مطابق یک اصل به گذشته رجعت نمیکنه. ولی خب او فرصت فعلا گذشته، حالا هم فرصت هست اگر روند و پروسه استاد نشوه و فرمان تقنینی داده شوه، یقینا فرامین ممکن است دوباره به شورا بیاید، چون
اون حکم قانون اساسی که میگه در خلال یک ماه بتد ماده 79 حکم است، به هر حال ممکن بیاید. اما فکر میکنم که پارلمان یک مقدار نیاز داره که حکومت یا هر دو تا قوت در راستا تعامل بکنه. از کمیته مشترک هم صحبت شده که حکومت با پارلمان کمیته مشترک ره. من فکر میکنم کمیته مشترک خیلی پاسخگو نیست. رای حل چیست؟ به خاطر از اینکه در پارلمان برخلاف حکومت رئیسا تصمیم نمیگیرن. البته رئیسا نقش دارن، نقش منکر نمیشیم، ولی اعضا تصمیم میگیرن، افراد مستقلانه تصمیم میگیرن. به یک شکل اگر حکومت بتانه که با شورای ملی تفاهم بکنه که بحث اصلاحات یک بحث ملی است، یک نیاز مملکتی است و یک نیاز کلان است، بدون اصلاحات ممکن نیست و اصلاحات بدون صدور فرمان ممکن نبود بله. و این بار پارلمان افغانستان باید تجدید نظر بس یک لابیگری باید بله، با پارلمان شود. اما ما 4 روز وقت داریم، فکر میکنیم بسیار وقت کوتاه. خب 4 روز اشاره یک ماه هم شما داشتید بله، بله، اگر اراده وجود داشت چرا در نخستین روزهای تعطیلی پارلمان این حرف نشد؟ خوب بسیار است، ولی من فکر میکنم فرصتی بر لابی فراوان است. اول عرض کردم که در یک ماه، در خلال یک ماه حد اکثر تا یک ماه حکومت باید فرامین بفرسته، ولی وقتی فرامین به شورا میآید الزاماً به اون معنا نیست که شورا ملزم باشه بله. که در روز 31 میره بیاره داخل تالار و اجندا. بخش از صحبت های شما اختلافات میان رهبری حکومت وحدت ملی بود، اما معاون دوم رئیس جمهور به صراحت میگن که هیچ اختلافی وجود نداره. اگر اختلافی وجود نداره پس ما چرا شاهد این رفتارهای کجدار و مریض هستیم؟ من اختلاف سیاسی منظور نظرم نبود و من فعلا معتقد نیستم که اختلاف نظرهای سیاسی و کشمکش و جنجال باعث شده که فرمان به تأخیر بیفته. ما بیشتر نگاهم نگاه تکنیکی بود، چون یک روند به بنبست کشیده شد و دچار مشکل شد. ممکن کسای آمده باشه گفته باشه که حالا که روند دچار مشکل شده اساسا ترکیب درست نیست، ترکیب کمیته گزینش درست نیست، ممکن است تا فرامین جدید آماده شده، تا پروسیجر خود تایی کرده، تا کابینه ای را تصویب کرده، برحال یک بخشی از زمان به طور طبیعی سپری میشه و یک بخشش هم من فکر میکنم اختلاف یا تفاوت دیدگاه بگویم بهتر است، تفاوت دیدگاه در رابطه با مسائل تکنیکی میتونه باشه. من هم خیلی باورمند نیستم و امیدوار هستم که اختلاف نظر سیاسی در مورد اصل اصلاحات وجود نداشته باشه، چون تا جایی که میفهمیم هم رئیس جمهور هم رئیس اجرایه و هم معاون رئیس جمهور بارها تاکید کردن بر ضرورت اصلاحات و تاکید کردن که اختلاف نظر وجود نداره بله. و این یک امر نیک است. امیدوار هستیم که با عزم قاطع حداقل امرخم که عرض کردم حداقل های از اصلاحات بیاید تا مردم تشکر. افغانستان تا حدود مطمئن شود. تشکر. اینک وقفه کوتاه، زود باز میگردیم. آقای اصغری، از لحاظ تکنیکی کدام مشکلات را فرارای اصلاح نظام می‌بینید در این مقطع؟ خب دیدگاه سیاسی سر جایش، بحث‌های حقوقی سر جایش، از لحاظ تکنیکی ببینید. اول ماده 156 کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت از هر نوع انتخابات است. همین نفس مستقل بودنش خودش سیاسی بودن کمیسیون انتخابات هم نفی میکنه. تکنیکی می‌سازه. بالکل. وقتی که ما مسیر یا میکانیزم را که کمیشنرای کمیسیون های انتخاباتی را یا رهبری کمیسیون های انتخاباتی را تعیین میکنه، ما اون مسیر اگر ما سیاسی میسازیم با ترکیب کمیته گزینش، واضح است که ما به طرف چی میریم؟ کمیسیون سیاسی میسازیم و همون اصل استقلالیتش ما زیر سوال میبریم. یک بس است. دیگر لحاظ تکنیکی زمان بسیار کم داریم برای تدویر انتخابات و از طرف دیگه میفهمیم که خب حکومت وحدت ملی بعد از اینکه لویجرگی قانون اساسی دایر داشته مشروعیتش در بحران مشروعیت قرار میگیره و پارلمان هم بعد از اول سرطان مشکل مشروعیت خود داره. این که درست است که اونا میگن که تا بعد از اعلان نتایج او یک بحث است که خود ما تعبیر میکنیم، ما هیچ کدام صلاحیت تفسیر قانون اساسی رو نداریم، چون ما وقت ما که یک نفر به اسم نماینده خود تعیین کردیم
برای 5 سال تعیین کردیم، بعد از اون نماینده من نمیتونه بوده باشه. درست است، ممکن پارلمان نیست یک رکن دولت باشه. به هر حال بلا تکلیف است. بلکل بلکل بنان ادلات تکنیکی هم زمان کم است و هم نیاز داریم که باید انتخابات هر چیز زودتر دایر شود و تنها اصلاحات در تغییر چهره ها نیست. اول خود در وقتی که کمیسیون های جدید میاد باید از بامو میکانیزم شفاف باشه که ما یک کمیسیون بهترتر از کمیسیون قبلی داشته باشیم و این کمیسیون بتانه همو گام های بعدی را که برای یک تدویر یک انتخابات درستر یعنی حداقل قابل قبولتر از انتخابات 93 فراهم بسازه. به این مفهوم که وقتی که کمیسیون جدید هم باز هم با مو ترکیب های سابق با مو چانزنی های با مو باج دادن های حکومت برای پارلمان و بالاخره به سیاسیون برای ترکیب کمیته گزینش وقتی که شکل بگیره باز هم ما شاهد یک انتخابات بهتر از انتخابات 93 نخواد بودیم. بنان از دید ما تنها اصلاح در اول خود در ساختارها دقیق صورت بگیره چون رهبری کمیسیون به است و پالیسی ها و میکنیم ما را اونا میسازه و از طرف دیگه سر مسئله لست رای دهنده بسیار تاکید شود و یک بسته اخیری را که کمیسیون اصلاحات پیشکش کرد موارد جرمی. چرا هدف از اصلاحات که ما کمیسیون ویژه اصلاحات ایجاد کردیم اصلا اصلاحات خود کمیسیون وقتی که کارهای خود میکنه دستای خود میآموزه اصلاحات خود میاره و نهادها پیشنهادات خود میده، اما در اینجا یک کمیسیون ویژه وقتی تشکیل شد هدف مشخصی که خب گفته شد که اعتماد سازی است، واضح است که تغییرات می در چهره ها و در ساختار ها و هدف دیگه ای است که ما مردم میخواهند که یک دستاورد داشته باشند از اصلاحات. دستاورد نمو چی است که انتخابات آینده در انتخابات آینده مو تقلبات صورت نگیره. این حال برای جلوگیری از اینکه تقلب صورت نگیره باید است همو موارد جرمی در فرمان که رئیس جمهور فرمان جدید را پیش بکنه موارد جرمی دو پیش بینی شه تا کمیسیون های بعدی کارهایی را که میکنن چی کمیسیون ها چی اشخاصی که مداخله غیر قانونی میکنن اونا مجازات شوند، یعنی با تناسب جرم و تخلف و تقلب که هست اونا اتونیس که جریمه شوند بلکه مجازات با حبس های کوتاه مدت بر اونا داده شد تا اینکه مردم افغانستان مطمئن شوند که واقعا ما به طرف یک بهبودی میم نه به طرف یک تغییر که تغییر میتونه مثبت باشه میتونه منفی. تشکر. علی رغم ای که مردم در 16 عمل سال 1993 با وجود مشکلات پای صندوق های رای رفتن و آرای خود را ریختن و دموکراسی را در واقع اراده های مستقیم را تمثیل کردن، اما انتخابات 16 عمل یکی از مفتضح ترین انتخابات در سطح افغانستان پنداشته شد و به جهانیان هم یک تصویر مضحک از انتخابات را ما داشتیم. سرانجام فیصله به این شد که اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یک خط قرمز مهم است. حالا این اصلاح میلنگه بنابر دلایلی که وجود داره. از دید شما چگونه میتونیم ما همین روند را تسریع بکنیم و حداقل چون زمان بسیار کم است ما تا 7 ماه دیگر در حقیقت مشروعیت سیاسی خود را حکومت وحدت ملی از دست میده مبنای حقوقی که متاسفانه نداره، از کجا باید آغاز کرد که ما حداقل این گام ها را به سرعت پیش ببریم تا برگشت نداشته باشیم؟ مردم به دموکراسی باور داشت داره، اما متاسفانه تعداد از سیاسیون به دموکراسی باور نداشته و نداره و دموکراسی را به عنوان افزار ازش استفاده کرده و تا ای که در قدرت باقی بونه و صاحب قدرت شه. بحث دومی، بحث جندر شما قبلا مطرح کردین. 3 نفر از جامعه مدنی در ترکیب امروزی کمیته گزینش است که 1 نفر مربوط به شبکه زنا میشه. این از اون نقطه نظر مشکل است، صرف بحث سر 2 فرد از آدرس شورای ملی است، دیگه هیچ بس دیگه مشکل دیگه وجود نداره. 1 نفر از رسانه است، 1 نفر از نهادهای مرتبط به انتخابات. مشکل اساسی است که متاسفانه تلاش صورت میگیره توسط یک تعداد در حکومت افغانستان و در بیرون از حکومت که بله. یک نوع مهندسی صورت گرفته. این تعداد کیا است؟ مشخص تر اگر صحبت بکنید در کدام سطح است؟ از کدام تیم است؟ بحث های انتخاباتی متاسفانه از آغاز حکومت وحدت ملی تا امروز طوری مهندسی شده که هر حرکتش با بنبست مواجه شد، هر حرکتش به یک چالش مواجه شد و امروز هم با تغییر ترکیب کمیته گزینش تلاش صورت میگیره که کار کمیته گزینش به یک بنبست مواجه شد. از کدام جناح؟ ریاست اجرایه یا ریاست جمهوری؟
هر دو هستند، مشاورین و کسایی که نقش دارند در تصمیم گیری ها، در مشوره ها، هم در بیشتر در ریاست جمهوری و کمتر در ریاست اجرایه و در بیرون از حکومت هم تلاش میکنند ارتباطات خود استفاده کنند تا اینکه طوری مهندسی شد بحث های انتخاباتی که در ختم تا قبل از اینکه ما به نتیجه برسیم با اون مقوله عام، یعنی ریاست جمهوری میخواد که آب را خط نگه داره و مایی بگیره، بله، که مایی هم درک نداره، بله. بس اصلی جا حالا رای حل چی است؟ ما باید اول اینکه واقع بینانه برخورد کنیم نسبت به مسائل انتخاباتی. دوم اینکه یگانه کلید موفقیت برای ادامه این روند هم برای حکومت هم برای ملت افغانستان برگزاری یک انتخابات قابل قبول هست. مسئله سوم در نظر گرفتن زمان، وقت است که وقت ما در نظر بگیریم و استفاده بهتر از زمان شه و رفتن به طرف یک انتخابات. بس اصلی در اراده راسخ حکومت بر رفتن به طرف یک انتخابات قابل قبول در افغانستان هست. ما درست است که تمام اصلاحات یک روز و در یک ماه و دو ماه نمیتونیم عملی کنیم. بین 3 یا 4 مورد کلیدی را که میتونه ما را برای برگزاری انتخابات قابل قبول پارلمانی شورای ولسوالی کمک کنه، او را در اولیت قرار بدیم و سر عملی شدنش کار کنیم. اما بس اصلی نیست که 3 مقصد که ایجاد شده توسط حلقات سیاسی این بحث های انتخاباتی را مهندسی کرده و بالاخره با منبس مواجه کرده و امتیازگیری و زمان کشی معاملگری و حفظ قدرت و موقف و منافع افراد و سیاسی دوام این وضعیت مشروعیت حکومت زیر سوال قرار میده، سر صداها بیشتر بالا میشه، حلقات سیاسی چندین پارچه خواهد شد و ما میریم به طرف بحران مدیریتی و به طرف بحران سیاسی میریم. بنان حکومت اگر واقعا برای یک روز از بقای خود فکر میکنه، برای یک ماه از بقای خود فکر گامش میکنه، اصلاح باشه. بزرگترین گام و نخستین گام تشکر. اصلاحات و رهبری اصلاحات بر مبنای پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی. زنده باشه. آقای سعادتی، مردم افغانستان رأی دادن به خاطر گام‌های بجلو، نه این که حکومت وحدت ملی به خاطر بقای خود یا به شکل عمدی زمینگیر باشه یا متاسفانه به دلایل مختلف زمینگیر باشه و حداقل از اون تعهدات خود به مو اساسی ترین تعهدش که اصلاح نظام است پاسخ نتوه یا برنامه هایی را دیزاین بکنه که منتهی شود به بنبست. چگونه میشه در این برهه زمانی ما یک امانگی را بین حکومت و شورای ملی به خصوص به وجود بریم تا حداقل به فرمان یک نگاه مثبت داده شوه و قدمه های بدی را به خاطر اصلاح با جرأت و سریع‌تر برداریم؟ خب من میخوایم ابتدا یک نکته روشن بسازم که من خیلی تا هنوز هم بدبین نیستم، یعنی خوشبینانه برخورد میکنم، به این دلیل که امیدوار هستم که بس این نباشه که حکومت در صدد دیزاین سناریوهای است که مبتنی بر ازو یا بر اساس ازو اصلاحات انتخاباتی به بنبست برسه یا پروسه اصلاحات به بنبست برسه. تا حدودی که ما میبینیم وضعیت خوب بوده، اما ایشان میگن که حکومت به خصوص ارگ میخوان که مایی بگیرن، ممکن است مشکلات هم باشه. نظر جناب عیب‌زاده صاحبم محترم است و من میخواستم این گونه عرض کنم که در کنار حکومت سایر نهادها در اینجا خیلی یا بسیار بتفاوت ماندن یا در تضاد با پروسه قرار گرفتن. کدام نهادها بتفاوت ماندن؟ بجز رسانه ها یا یک بخش از نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات که حامی پروسه اصلاحات بوده اند و تا هنوز هم حامی هستند، شما میبینین احزاب سیاسی که بسیار پرمدعا هم هستند، همه ایشان در طول این مدت یک حرکت بسیار کلان و جدی برای حمایت از پروسه اصلاحات و فشار برای پروسه اصلاحات اینا ایجاد نکردند. شما میبینین که فعالین زنان یا نهادهای مدنی مرتبط با خانم ها از پروسه حمایت نکردند، در حالی که ما در فرایند پیشنهاد در جریان پیشنهادهای اصلاحی خود
بیشترین حمایت های حقوقی و قانونی را برای زنان در نظر گرفته بودیم که زمینه مشارکت از اونا بیشتر شود. دلیل شما چی؟ چرا دلگرمی وجود نداره از طرف طایفه مختلف؟ بر عوامل مختلف داره و شاید فرصت نشه بگذارین من این بحث را تمام کنم. شما میبینین که هر دو اتاق مجلس و اتاق پارلمان، مجلسین شورای ملی نه تنها حامی پروسه نبودن و نیستن متاسفانه هنوز هم، بلکه تمام قد در برابر پروسه استادن و با یک شتاب طوری که گفتم پروسه را با بنبست و شکست تقریبا روبرو ساختن. اجازه بدید چرا چنین است؟ بنابراین خب هر کدام از یا دلایل و عوامل جداگانه داره. اگر ما در مورد پارلمان اگر مشخص بله مجلس نمایندگان بگین، چون اینا نمایندگان مردم هستن بله و مردم اینا کسان هستن که اراده مردم را تمثیل میکنن. اگر مردم افغانستان یک نظام مشروع و مبتنی بر اراده خود داشته باشند، در واقع یک خواست بسیار بلند است. پس نمایندگان مردم چرا نمیخوان؟ من در مورد پارلمان صحبت میکنم، من یک کوتاه در مورد دیگه حلقات. خانم ها وقتی حمایت نکردن، من فکر میکنم که کدام دلیل سیاسی خاصی نداشتن، بلکه به برنامگی و در بعضی اوقات عدم اطلاع کافی از پروسه که اطلاع رسانی صحیح نشده باشه، اونا در قبال پروسه به تفاوت برخورد کردن. حتی در پارلمان خانم ها حمایت نکردن، که باز وکلا در پارلمان باز شامل وکلا بس میشه، اونجا مرد و زن مطرح نیست. این دلیلش ممکن باشه. احزاب سیاسی من فکر میکنم که اونقدر حوصله و اونقدر برنامه ندارن که بیای به عمق پروسه داخل شود. فقط در یکان مجلس حضور پیدا میکنم. اصلاحات چی هست؟ چقدر اهمیت داره؟ به او خاطر فکر میکنم به تفاوت مندنم. در پارلمان عوامل مختلف دیگه بود. یکی از عوامل عمده ای که در پارلمان فرامین با مشکل روبرو شد، من فکر میکنم که به نحوی مخالفت با حکومت بود، با هر دو بخش حکومت که حکومت وحدت ملی تشکیل داد. یعنی هم بلاکی که در زمان انتخابات از رئیس به اجرایه حمایت میکردن در پارلمان، و هم بلاکی که در پارلمان از رئیس جمهور حمایت میکردن، به نحوی اینا به دلایل مختلفی که من الان نه در صدد بیان از هستم و نه میفهمم، اینا ناراضی بودن از حکومت، خواستن نشان بدن که ما اینجا یک قدرت و توانی هستیم و میتونیم بیستیم در برابر تصامیم شما. یک دلیل. دلیل دوم ممکن است بعضی از لابی هایی که هر دو تا کمیسیون انجام دادن در پارلمان ممکن است او باشه. دلیل سوم ممکن است که برخی از طیف های ممکن است در پارلمان باشه که اونا تصور بکنه که هر چقدر پروسه یا فرایند اصلاحات با بنبست مواجه شوه، و همون مناسبت ممکن است که انتخابات به عقب بیفته، و به هر پیمانه که انتخابات به عقب میفته حداقل اونجا یک سودی مترتب است که ماها میمانیم در کرسی های چوکی خود. خیلی تشکر. به هر حال ما محاسب... اما منافع کلان از منافع کوچک تقریبا شما موافق هستید. من میخواستم که این گونه نتیجه بگیرم و عرض کنم که دلایل رد فرمان در پارلمان متفاوت بود بله و متعدد بود. بله. پیش هر بخش، هر شخص، هر گروه، هر جمع ممکن است یک دلیلی بود، و اینا سرانجام در یک نقطه با هم یک جای می شدن و او نقطه رد فرمان تقنینی بود. خیلی تشکر. آقای ازغری، در جمع‌بندی که 5 دقیقه وقت داریم در اختیار شما، در نهایت چه باید کرد که حداقل این گام که گام ساختارساز است و مشروعیت میده ساختارهای دموکراتیک را، حداقل برش پاسخ مثبت بدیم و از این بنبست سر بنبست بیرون شویم؟ البته دولت از 3 رکن تشکیل شده، در راستش رئیس جمهور است. رئیس جمهور به جای اینکه باجدهی کنه، خوب است که در هماهنگی با 3 قوه سر منافع اولیای کشور بحث کنه و اصلاحات هم بنایس یک اصل بر منافع اولیای کشور تشریع کنه و در تفاهم هم
بالاخره فرمان خدا صادر کنه و فرمان باشه که ما پیشترم گفتم که بر اصلاحات باشه نه بر تغییرات و فرمان باشه که بر مبنای پیشنهادات کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی امو طرحهایی را که داده البته یک تعداد طرحها بر کوتاه مدت بود بخشی از طرحهایی که در میان مدت هم هست که میشه که در این فرمان جای داده شود خصوصا موارد جرمی بسیار جدی است که اگر موارد جرمی بازم در قوانین انعکاس پیدا نکنه ما نمیتونیم که باز هم جلوی امو تقلبات و تخلفات و این موضوعات بگیریم یعنی رئیس جمهور باید است واقعا جدی و امو منعیس یک اولویت خود اصلاحات انتخاباتی را قرار بده و سر از این کار کنه و فرمان هرچی زودتر صادر بکنه فرمانی که باز هم تاکید میکنم بر اصلاحات باشه ما نه بر باجدهی و تغییر تشکر انتظار شما از هر دو تیم در مجموع از حکومت و اون کسایی که در واقع میخوان دوام پیدا بکنه کارشان در شورای ملی با این نگاه فرامین رد میکنه چیست خب در بخش تکنیکی اجازه بدن که کمیته گزینش با همین ترکیب ماموریت خودت تمام کنه به شکل بی‌طرفانه، مستقلانه و شفافش. یک سلسله اسناد حقوقی در داخل نهادهای انتخاباتی برای قبل از رفتن به انتخابات تغییر کنه. لیست رای دهندگان تهیه شه و یک هماهنگی دقیق صورت بگیره، ارزیابی امنیتی صورت بگیره توسط نهادهای امنیتی. در بخش سیاسیش چون این انتخابات یک آزمون بسیار بزرگ است برای افغانستان، برای دموکراسیش، برای ساختار به نام حکومت امروزی و برای ادامه همکاری های جامعه جهانی به یک آزمون بزرگ است نیاز است که سیاسیون، رهبرا، ساختار سیاسی یک تفاهم کنند بر رفتن به طرف یک انتخابات قابل قبول در کشور در غیر از او اگر این قسم وضعیت ادامه پیدا کنه خیلی دشوار خواهد بود که خوشبین باشیم اما بجز از رفتن به طرف انتخابات و قبل از رفتن به طرف انتخابات آوردن اصلاحات بدیل دیگه تشکر آقای سعادتی نظر شما خب یک نکته تقریبا مسلم است که با این همه هزینه ای که داده شده با تعهدی که صورت گرفته در توافقنامه سیاسی و با این همه شعاری که سر داده شده در بخش های مختلف اصل اصلاحات یک امر مسلم است و یک ناگزیری کلان است حکومت هم نمیتونه با اصل اصلاحات مماشات بکنه یا مخالفت کنه خدای نخواسته ولی این که پروسه چگونه پیش میره حالا جزئیاتش هم به هر حال در جای خود مهم است من بسیار ترجیح میدادم و میدم حالا هم ترجیح میدم که مطابق پیشنهادهای ما پیش بره و خودی ترکیب کمیته گزینش هم به مشکل باشه ولی در این حال حتی اگر جزئیاتش کدام تغییرات اندکی هم میایه ممکن شاید قابل تحمل باشه هرچند که ممکن درست نباشه ولی نشوه که یک وقت مجموع پروسه به بنبست بکشه و انتخابات ما که در سال 95 قرار است برگزار شوه از این هم به تعویق به عقب بره که باز یک بحران دیگه میاره و مشروعیت حکومت به این دلیل زیر سوال میره که حکومتی که به تعهدات خود عمل نمیتونه حکومتی که بعد از دو سال انتخابات برگزار نمیتونه در واقع ناتوان جلو میکنه در حضور مردم مشروعیت تنها و این نیست که چطور ایجاد شده مشروعیت یک بخشش مربوط به این قضیه است که حکومت چگونه میتونه خدمات را بکنه چگونه میتونه به تعهدات تحول و تداوم را چگونه بوجود بیاره اصلاحات هم گرایره بله از این خاطر ما امیدوار هستیم که یه پروسه پیش بره و باز تأکید میکنیم همه حلقاتی که داخل هستن و خصوص حکومت و قوه مقننه که تصمیم گیر هستن در ارتباط باید در یک تعامل درک کنن نیاز کلان ملی را و یه پروسه را برای بیندازه بسیار تشکر نظر کوتاه شما میخواستیم جامعه جهانی نقش داره و خوب است که با یک دید مشخصتر تعبیرش از اصلاحاتی که اونا تعبیر بر خودشون دارن نسبت به همکاریشان و نسبت به ادامه همکاریشان به افغانستان بعد تعریف داشته باشند، برخورد کنند و ادامه بدن. دقیقا از اونی تنها در یک صدا و تاکید بر یک مسئله ما را به جایی نمیرسند. ما امروز نیاز به همکاری صادقانه جامعه جهانی داریم و باید تعبیرشان از اصلاحاتی که حکومت میره در بخش انتخابات مشخص تر باشه. ما هم امیدوار هستیم که شاید
تحول و تداوم و اصلاحات همگرایی، دو شعاری که امروز متاسفانه در اغلب موارد زمینگیر است. باشیم تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.